دیدبان حقوق بشر طی بیانیه‌ای خواستار اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی و تسلیحاتی علیه حکومت میانمار شد. به گزارش رویترز، سازمان دیدبان حقوق بشر حکومت میانمار را متهم کرد با سیاست‌های نژادی خود تا کنون 410 هزار مسلمان روهینگیایی را سلب تابعیت و اخراج کرده است. گروه دیدبان حقوق بشر همچنین اعلام کرد نیروهای امنیتی میانمار محکومیت جهانی را نادیده میگیرند و زمان آن فرا رسیده که تدابیری سختتر اعمال شود تا دیگر جنرال های میانماری نتوانند آن را نادیده بگیرند این گروه در بیانیه خود آورده است شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای نگران اوضاع میانمار باید برای پایان دادن به کمپین پاکسازی قومیتی تحریم‌های هدفمند و تحریم تسلیحاتی خاص را علیه ارتش این کشور اعلام کنند در همین حال آنگ سان سوچی رهبر دولت میانمار به شدت تحت فشار است تا واکنشی قاطع نشان دهد او همچنین قرار است امروز سهشنبه برای اولین بار درباره این بحران سخنرانی کند.